هرچند گزارش تحقیق تازه وزارت مبارزه با مواد مخدر میرساند که کشت کوکنار به سطح افغانستان 19% کاهش یافته، اما بر اساس این گزارش در سمت شمال کشت کوکنار افزایش یافته است. با آنکه سلامت عظیمی وزیر مبارزه با مواد مخدر در مورد اینکه بیشتر در کدام ولایات سمت شمال کوکنار کشت شده و چرا چیزی نگفت، اما با مبارزه جدی با این پدیده به سطح کشور تاکید کرد. خانم عظیمی روز چهارشنبه زمین نشر گزارش سال 2015 میلادی مواد مخدر در کابل از جامعه جهانی خواست تا در این زمینه بیشتر از قبل حکومت افغانستان را حمایت کند. امیدوار از این هستم که جامعه جهانی با در نظر داشت حاد بودن و جدی بودن مسئله جهانی مواد مخدر بیشتر از پیش در کاهش و جلوگیری مواد مخدر توجه جدی را مبذول دارند. دولت جمهوری اسلامی افغانستان مصمم بر این است که در امر مبارزه علیه مواد مخدر از هر نوع تلاش جدی دریغ نخواهد کرد. با گفته خانم عظیمی، اخیراً نیروهای امنیتی بیشتر از 128 هزار کیلوگرم مواد مخدر را ضبط کردند که در ضبط چرس 81% افزایش دیده می شود، اما در هیروئین 32%، مورفین 25% و تریاک 14% کاهش به میان آمده است. سلامت عظیمی از همکاری های مردم و نیروهای افغان استقبال کرده، از حکومت می خواهد تا برای ریشه‌کن ساختن کشت و استعمال مواد مخدر به پیشنهادات آنان که در گزارش درج است رجوع کند. در این حال اندری اویتسین، نماینده سازمان ملل متحد در بخش مبارزه با مواد مخدر و جرایم در افغانستان، از این اقدام استقبال کرده و به ادامه همکاری های تکنیکیشان در این بخش تعهد سپرد. وی میگوید بخش مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد به ادامه همکاری های تکنیکی با وزارت مبارزه با مواد مخدر در بخش تحقیقات آماده است. در حالی که افغانستان اخیراً لقب بزرگترین تولید کننده مواد مخدر را از آن خود ساخته است، وزارت مبارزه با مواد مخدر از کاهش کشت آن خبر می دهد. قبل از این رئیس جمهور غنی گفته است که تولید مواد مخدر در افغانستان یک مشکل جهانی است و مبارزه با این پدیده به تنهایی کار آسانی نیست و برای محو آن به مبارزه بین‌المللی نیاز است.